به نام یاد خدا سلام بر شما، به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه برابر است با 19 حمل سال 1402 هجری خورشیدی. در آغاز سرخط خبرها، تأکید ترکیه بر تعامل با حکومت سرپرست. مولود چاوشاوغلو از سیاست های امارت اسلامی در برابر زنان انتقاد میکند و دستورهای پسین حکومت سرپرست را پذیرفتنی نمیداند. البته در نشست امروزی ما اوضاع افغانستان را نیز به بررسی گرفتیم. در افغانستان بدون اینکه طالبان را به رسمیت بشناسیم به تعامل ما ادامه خواهیم داد. ادامه واکنش ها در برابر تصمیم ممنوعیت کار بانوان، اتحادیه اروپا ممنوعیت کار کارمندان زن را در نهادهای سازمان ملل نقض قوانین بین المللی میداند. نه تنها به دفاتر سازمان ملل متحد بلکه در ادارات متفاوت کشور برای تامین حق کار زنان افغانستان اجازه بدن که زنان افغانستان با وظایفشان برگشت بکنند. آمادگی ها برای برگزاری نشست ازبکستان درباره افغانستان تا پایان همین هفته. چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در ازبکستان برگزار خواهد شد. نشست های بین المللی به ویژه کشورهای منطقه پیرامون اوضاع افغانستان برای ثبات و تعامل بین المللی و اعتماد سازی به ویژه در شرایط کنونی بسیار با اهمیت است. کاهش صادرات زغال سنگ به پاکستان و نگرانی واشنگتن از افزایش فعالیت‌های هسته‌ای کره‌ای شمالی. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلوع طلانیوز با من سبق است. وزیر خارجه ترکیه در یک نشست خبری میگوید به آنکه حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت بشناسند به تعامل با کابل ادامه خواهد داد. مولود چاوشاوغلو از سیاست‌های امارت اسلامی در برابر زنان انتقاد میکند و دستورهای پسین حکومت سرپرست را پذیرفتنی نمیداند. از سوی هم امارت اسلامی میگوید که خواهان تعامل مثبت با کشورهای جهان است و نباید این کشورها در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. بنفشه بینش این گزارش را تهیه کرده. وزیر خارجه ترکیه میگوید که با همتای روسیش سرگی لاوروف به روز جمعه دیدار کرد و درباره اوضاع افغانستان گفتگو کرده است. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید که به تعاملش با حکومت سرپرست افغانستان ادامه خواهد داد. البته در نشست امروزی ما اوضاع افغانستان را نیز به بررسی گرفتیم. در افغانستان بدون اینکه طالبان را به رسمیت بشناسیم به تعامل ما ادامه خواهیم داد. از سوی هم آقای چاوشاوغلو فرمانهای حکومت سرپرست را در برابر زنان پذیرفتنی نمی داند و می افزاید که در این باره باید به گونه مشترک مبارزه شود. این ممکن نیست که تصمیم های آنان را درباره زنان و دختران بپذیریم. این به این معنا است که ما باید به اشاره یا پیام های مشترک به حکومت طالبان یا اداره موقت آنان ادامه دهیم. در همین حال امارت اسلامی میگوید که خواهان تعامل و روابط نیک با کشورها است. ذبیح‌الله مجاهد از کشورهای جهان میخواهد که روابطشان را با امارت اسلامی بر بنیاد مسائل کشوری تنظیم کنند. کشورها در اموری داخلی افغانستان مداخله نداشته باشند، بلکه امور روابط با افغانستان قسمی تنظیم کنند که با مسائل مربوط با دو کشور و دو جهت ارتباط میگیرند. ما میخواییم با تمام کشورها روابط حسن و خوب داشته باشیم. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که تعامل کشورهای منطقه و جهان با کابل به سود همه است. در رسمیت پیژندل و مسئله ډیره مهمه ده چې باید افغانستان په رسمیت وپیژندل سي، د انزوا څخه راووزي او د افغانانو لپاره د تنفس زمینه برابر سي. انتظار می رود که به روز پنجشنبه همین هفته وزیران خارجه کشورهای همسایه با حضور روسیه درباره افغانستان نشستی را در ازبکستان برگزار کنند. اتحادیه اروپا ممنوعیت کار کارمندان زن را در نهادهای سازمان ملل نقض قوانین بین المللی میداند و میگوید که اگر کمک ها به در نظر گرفتن جنسیت ارائه شوند نشوند، این اتحادیه ادامه کمک هایش را به افغانستان بازنگری خواهد کرد. همزمان با این، برنامه توسعه ایالات متحده آمریکا در خبرنامه گفته است که در واکنش به این تصمیم
تصمیم طالبان ممکن است برخی از نهادها ناگزیر شوند تا فعالیت‌هایشان را به حالت تعلیق درآورند. همزمان با این وزارت اقتصاد میگوید که ادامه کمک‌ها به مسائل سیاسی و فرهنگی نباید پیوند داده شوند. گزارش از فرشاد داریوش. از ممنوعیت کار کارمندان زن در نهادهای سازمان ملل متحد 4 روز می گذرد. اما هنوز هم واکنش های جهانی در این باره ادامه دارند. اتحاد اروپا در خبرنامه این تصمیم را نقض قوانین بین المللی حقوق بشر و اصول بشر دوستانه می داند. این اتحادیه هشدار می دهد که اگر ارائه کمک ها بر روش غیر تبعیض‌آمیز و بی در نظر گرفتن جنسیت ارائه نشوند، اتحاد اروپا درباره ادامه کمک هایش به افغانستان بازنگری خواهد کرد. نه تنها به دفاتر سازمان ملل متحد بلکه در ادارات متفاوت کشور برای تأمین حق کار زنان افغانستان اجازه بدن که زنان افغانستان به وظایفشان برگشت بکنند. در این میان اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا در خبرنامه تاکید کرده است که این ممنوعیت ها مشکلات مردم را در افغانستان افزایش خواهد داد و ممکن است برخی از نهادها فعالیت هایشان را به حالت تعلیق بیاورند. قطع این کمک ها مطمئنا در تشدید بحران بشری و قوت بخشیدن به فاجعه اقتصادی میتونه مهم پنداشته شود و بحران بشری را بیشتر از گذشته تقویه بکنه. جلوگیری از فعالیت اینها در نهادهای مختلف بین المللی به خصوص سازمان ملل باعث ای خواهد شد که نه تنها این حرکت ها و این روابط بین طالبان جهان مستحکم نمیشه، بلکه این حکومت با چالش روبرو میشود. همزمان با این وزارت اقتصاد میگوید که کمک های جامعه جهانی به مسائل سیاسی و فرهنگی نباید پیوند داده شوند. مردم افغانستان به کمک جامعه بین المللی نیاز دارند و کمک به مردم افغانستان یک مسئولیت و رسالت انسانی جامعه جهانی هست. بنابراین نباید کمک ها به مسائل سیاسی و فرهنگی پیوند داده شوند. سازمان ملل متحد گفته است که پس از منع کار زنان در دفترهای این سازمان 3300 کارمند زن و مرد سازمان ملل متحد خانه نشین شدند. تا پایان همین هفته 4 نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در ازبکستان برگزار خواهد شد. خبرگزاری تاس گزارش داده است که شرکت کنندگان در این نشست درباره پیکار با مواد مخدر و فعالیت‌های گروه‌های هراس افغان در افغانستان گفتگو خواهند کرد. اما امارت اسلامی میگوید که با تمامی کشورها روابط نیک می‌خواهد و نباید هیچ کشوری از خاک افغانستان هراس داشته باشد. فاطمه ادیب جزئیات می‌دهد. پنجشنبه همین هفته سمرقند ازبکستان میزبان نشست دو روزه وزیران خارجه کشورهای همسایه درباره افغانستان خواهد بود. خبرگزاری تاس از زبان وزیر خارجه روسیه نوشته است که شرکت کنندگان در این نشست درباره مسائل سیاسی، اوضاع بشری، اقتصادی و اجتماعی به ویژه درباره پیکار با گروه‌های هراس افغان و مواد مخدر گفتگو خواهند کرد. نشست های بین المللی به ویژه کشورهای منطقه پیرامون اوضاع افغانستان برای ثبات و تعامل بین المللی و اعتماد سازی به ویژه در شرایط کنونی بسیار با اهمیت است. مردم افغانستان شاهد تدویر چندین نشست کشورهای همسایه و همچنان سایر کشورهای جهان در مورد افغانستان بودند که متاسفانه تمام فیصله ها و قطعنامه های این نشست ها جنبی عملی پیدا نکرده و روی کاغذ باقی مانده کنم تغییری در زندگی مردم افغانستان وارد نکرد. اما امارت اسلامی میگوید که با تمامی کشورها رابطه نیک میخواهد و نباید هیچ کشور از خاک افغانستان هراس داشته باشد. بعضی کشورها متاسفانه افغانستان را خطر تلقی میکنند یا وانمود میسازند که گویا افغانستان امن نیست یا تهدید برای کشورها است. این نظر را هم باید دور بسازند. افغانستان امن است، ثبات است. در روز نخست نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان، نماینده ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان درباره اوضاع کنونی افغانستان گفتگو خواهند کرد. شورای امنیت ملی پاکستان با پخش خبرنامه از حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در این خبرنامه آمده است که حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان بی ثباتی را در پاکستان افزایش داده است. اما امارت اسلامی با رد این ادعا میگوید که به کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان را در برابر کشورهای دیگر نمی‌دهد.
در 41مین نشست شورای امنیت ملی پاکستان که بر روز جمعه در اسلام آباد برگزار شد و موضوع افغانستان نیز پرداخته شد. در خبرنامه این شورا از حضور گروه های حراس افغان در افغانستان نگرانی شده است. در پاکستان در ملی سلامتی چکم کمیته ده در غیر اخواه تازه بیان که در شیوی دی چه وصلوال دلی افغانستان که موجود دی او هاوی پا پاکستان که وصلوال رو سرا همکاری که اینو دست نوی خبر نده در پاکستان ارانده هم کرده. همزمان با این سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این ادعاهای پاکستان میگوید که امارت اسلامی در هیچ کشوری طرفدار جنگ نیست. ذبیح الله مجاهد اطمینان میدهد که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری تهدیدی وجود ندارد. اسلامی امارت و افغانان په خپل له جګړو ډېر ستونزې لیدلې دي او مشکلات سره مخ شوي. نو غواړو په هیڅ هیواد کې د جګړې اثر او بې امنی او بې ثباتي وي، او بل دا چې اسلامي امارت د خپل اصولي دریځ له مخې نه بل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د چا وړاندې وکاري. از سوی دیگر شماری از آگاهان مسائل سیاسی به این باور هستند که پاکستان باید مشکلات و نگرانیاش را با حکومت سرپرست افغانستان از راه گفتگو حل بسازد. دوی کولی شي چې د افغانستان اسلامي امارت سره پر داسې یو میکانیزم پر توافق ورسیږي چې د هغه په نتیجه کې یو سیاسي حل لاره ټي ټي پي ته پیدا شي. راه حل اختلافات همیشه حتی تر قضاهای امنیتی این است که مسائل از طریق گفت و شنود و مفاهمه و تبادل نظر و از چینل های دیپلماتیک حل و فصل شود. پیش از این یک هیئت بلند رتبه پاکستانی برای گسترش همکاری های امنیتی و اقتصادی به کابل آمده بود و با مقام های امارت اسلامی در این باره گفتگو کرد. نهاد پژوهشی گالوپ درباره کارنامه ایالات متحده آمریکا در برپایی نظام‌های سیاسی، مشارکت مردم در انتخابات و توسعه اقتصادی در 13 کشور مسلمان به ویژه افغانستان نظرسنجی را انجام داده است. یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهند که ایالات متحده آمریکا در این زمینه موفق نبوده است. بیش از 85% از گفتگو شوندگان در افغانستان از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در آوردن نظام مردم سالار، بهبود اوضاع اقتصادی و آینده سیاسی در افغانستان دیدگاه منفی داشتند. بنفشه بینش روی جزئیات رفته. نهاد پژوهشی گالوب در نظرسنجی تازه‌اش دیدگاه شهروندان 13 کشور مسلمان به ویژه افغانستان را درباره کارنامه‌های ایالات متحده آمریکا در بخش‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بررسی کرده است. بر بنیاد این نظرسنجی 14% شهروندان افغانستان گفتند که ایالات متحده آمریکا در آوردن نظام مردم سالار، بهبود اوضاع اقتصادی و توانمندسازی آنان برای ترسیم آینده سیاسی عملکرد خوب داشته است. اما بیش از 85% شهروندان کشور در این باره دیدگاه منفی داشته اند. امریکا نتونسته که تاثیر خاصی طی از سالها بر افغانستان بگذاره. یا کدام پروژه خاص بزرگی از خود اینجا به جا بگذاره که مردم به طول زمان بتونن از او استفاده عظیمی ببرن. حضور 20 ساله امریکا در افغانستان نه تنها به خاطر توسعه این کشور کمک بیشتر نکرده، بلکه افغانستان به بحران نیز مواجه شد. بر بنیاد این نظرسنجی بسیاری از شهروندان 13 کشور بر این باور هستند که ایالات متحده آمریکا در پیشبرد این اهداف در کشورهایشان متعهد نبوده است. در این میان شهروندان ایران کمترین رضایت و شهروندان کویت بیشترین خوشبینی را در بخش اعمال سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در برابر این زمینه‌ها داشته‌اند. چون این نظرسنجی‌های می‌تواند بخشی از واقعیت‌های یک جامعه را انعکاس بدهد، باید چون این نظرسنجی ها صورت بگیرد تا معلوم شود که افکار عمومی یک کشور در خصوص حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا و متحدانش چی بوده. از توی هم شماری از آگاهان مسائل سیاسی و اقتصادی در این باره دیدگاه های گوناگون دارند. اصلا حضور آمریکا در افغانستان به خاطر این مسائل نبود، بلکه اهداف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشت. به همین دلیل مردم افغانستان نتانسته به یک صلح پایدار و حکومتی که همه مردم افغانستان خود را به او ببینند دست پیدا کنند. در قسمت های صلح و در قسمت جنگ آمریکا ناکام بودند، اما در قسمت های اجتماعی و ساختاری و در بخش های انکشافی شاهد عزیزیم که دستاوردهای چشمگیری هم داشتند. این نظرسنجی در کشورهای افغانستان، عراق، ایران، پاکستان، ترکیه، تونس، کویت، لیبیا و چند کشور دیگر انجام شده است.
شماری از عالمان دین آموزش علوم عصری را برای بانوان جایز میگویند و میافزایند که ایجاد شرایط آموزشی برای بانوان از وظایف حکومت اسلامی است. سوی هم شماری از دانش آموزان و دختر بار دیگر از حکومت سرپرست میخواهند که دروازه های مکتبشان را بر روی آنان باز کند. و ادامه خبر شش، باز هم خوش آمدید. اتحادیه صادرکنندگان زغال سنگ میگوید که افزایش تعرفه ها صادرات زغال سنگ را به پاکستان 30% کاهش داده است. رئیس این اتحادیه میافزاید که با کاهش ارزش روپی پاکستانی در 6 ماه گذشته، صادرکنندگان زغال سنگ افغانستان با زیان های هنگفت مالی روبرو شدن. از سوی هم سرپرست وزارت معادن و پترولیم از نظارت جدی و همیشگی به استخراج معیاری زغال سنگ سخن میگویند و از افزایش درآمدها در این بخش خوشبین هستند. حبیب الرحمن قویاش گزارش می‌دهد. معادن زغال سنگ افغانستان اکنون به یکی از منابع خوب درآمد کشور مبدل شده است. اتحادیه صادرکنندگان زغال سنگ میگوید که در بخش صادرات زغال سنگ به پاکستان نزدیک به 90 شرکت فعالیت دارند. رئیس این اتحادیه از افزایش تعرفه های گمرکی و کاهش ارزش کلدار پاکستانی نگران است. نسبت تیر وقت تا پوست پوری صادراتو که کمواله راغله ده، دادی دوی عواید چه کم سوی ندی و وزینه علت دغه ده چه دوی خپل تعرفه لوړ کړله، نو د تعرفه د لوړوالي سره د دوی عواید هم زیات شول او په صادراتو کې تقریبا 30-40% کمواله راغله ده. همزمان با این، شماری از بازرگانان و کارگرانی که در بخش زغال سنگ فعالیت دارند از کمرنگ شدن کاروبارشان در این زمینه شکایت می کنند. در حساب کلدار اونجا فروش میشه دیگه. اونجا 60,000، 62,000، 63,000 تمام میشه اونجا میرسه. موجود حالت نرخ ندارم. اونجا نرخ های فطری پاکستان 54,000 است. به خاطر ازو دیگه بارگیری کم است، ضعیف است. حدود 4 سال میشه که کار میکنیم. تقریبا دمی 4 سال یگان روز کار خوب است، یگان روز کار نیست، یگان روز کار میشه 400 500 یگان روز نمیشه. وزارت معادن و پترولیم میگوید که از روند استخراج معادن کشور به گونه جدی نظارت دارد. سرپرست این وزارت به طلوع نیوز میگوید که حکومت سرپرست در بدست آوردن عواید از معادن زغال سنگ پیشرفت های چشمگیر داشته است. لکوم اورجنده افغانستان اسلامی امارات حاکم سوید په ټول افغانستان باندې د موګه تقریبا 300 میلیارد افغانۍ ټول عواید د موږ جمع سوي دي حکومت په خزانه کې، او په دې کې اکثریت کېدای شي 14 میلیارد تر 15 میلیارد پورې دا تنه د زغال سنگ. اتحادیه صادرکنندگان زغال سنگ میگوید که در بخش استخراج، ترانسپورت و صادرات زغال سنگ نزدیک به 80,000 نفر سرگرم کار هستند. به این ترتیب در اینجا رسیدیم به پایان خبر شش. از امرایتان سپاسگزارم. شب روز بخیر. خدا نگهدار.